وقتی که عالی‌ترین مقامات سپاه پاسداران نزدیکان بیت خامنه ای الان این تحولات رو می‌بینند که مقامات ارشد حماس، مقامات ارشد حزب الله که حتی نزدیک‌تر هم به اونها هستن، این چنین یکی پس از دیگری به فاصله کمتر از 24 ساعت هدف قرار می‌گیرن، به نظرتون الان ارزیابیشون چه هست؟ چقدر خودشون رو نزدیک می‌بینن به یک رویارویی احتمالی با اسرائیل؟ درود. به نظر جمهوری اسلامی یا ساختار امنیتی جمهوری اسلامی به شدت پاشیده از هم دیگه، چون جمهوری اسلامی، من الان یک جمع‌بندی اگر صحبت کارشناسایی که داشتیم گوش می‌کردیم بکنیم، میان حزب الله رو یک شکلی جدای از جمهوری اسلامی می‌بینن. جمهوری اسلامی نخ تصفیه این گروه هاست. یعنی اگر ما میگوییم که مثلا حزب الله اینجا پوششیه برای حفاظت جمهوری اسلامی، پوستهیه برای مثلا موضوع هسته جمهوری اسلامی، خب حماس هم پوسته است برای حزب الله. اینها همه دومینوهایی هستن که به هم متصل میشن. الان خامنه ای رو امروز دیدیم آقای فرهزاد، خامنه ای که همیشه میومد تهدید میکرد، خیلی سر صدا میکرد، این شکل صحبت کردن خامنه ای وقتی که نفرات مهم اون کشته شدن، یعنی حزب الله، حالا فارغ از اینکه لبنانی، عراقی، اینها مهره های مهم خامنه ای هست برای او، اینها جایگزین کردنشون غیر ممکنه. وقتی از بین میره او حتی حرف از انتقام دیگه هم نمیزنن، یعنی حتی گفتار انتقام هم سخت شده. دلیلش اینه که اونها فهمیدن شاید حرف زدن هم براشون هزینه پیدا کرده. از سوی دیگه اینه که عملیات هایی که اونها میخواستن انجام بدن همه از بین رفته، آفن و پدافن رو الان از بین رفته. از سوی دیگه دارم میبینم، نگاه کنید، ضرباتی که تا الان داشت زده میشد، اگر قبل از مثلا حسین یزبک، حتی قبل از وسام طویل، قبل از حسین یزبک، من شما گفتم این ضربات، ضربات چه از طرفین، ضربات شاید بازدارنده است، ولی وقتی که میره سراغ طویل، این یعنی ضربات، ضرباتیه که داره پیام میده و در این حال آماده میشه اگر جنگ همه شکلی شکل گرفت، همه جانبه شکل گرفت، مهره های مهم رو بین ببره. جواب سوال شما اینه، از هم پاشیدگی بزرگ، شکست اطلاعاتی بزرگ و یک سردرگمی در فضای برخورد با این جنگ، حرفی نمیتونن بزنن جز اینی که بگن آتش بس برقرار کنیم. ولی الان شرایط یه طوری شده که به نظر نمیاد حزب الله و احتمالاً به واسطه اون جمهوری اسلامی خیلی تمایلی به افزایش جنگ داشته باشن، ولی اسرائیلیان از این موقع به نظر میاد دارن استفاده میکنن، همینطور یه قدم یه قدم میرن جلوتر. یعنی در اوایل جنگ شاید کمتر کسی تصور میکرد که تا این اندازه برن سراغ نه فقط اعضای حماس بلکه اعضای حزب الله. چقدر فکر میکنید که حتی اگر حزب الله و جمهوری اسلامی نخوان وارد این جنگ بشن، ناخواسته اسرائیل پای اونها رو هم به میدان میکشه؟ آقای فرهزاد، یه توصیف بکنیم قبل از تحلیل، بعد یه توصیف بکنیم. اگر از طرف اسرائیل بخوایم موضوع رو نگاه بکنیم، همین الان قبل شما با کارشناس صحبت میکردید، میگفت احتمال اینکه 3 سال 4 سال در اسرائیل دوباره همچین جنگی بشه. خب اسرائیل هم این رو میدونه، میگه که خب امنیت من که توازن وحشت ایجاد شده، ولو این که اصلا نتونن این کار رو انجام بدن، خطر وجود داره. یک ماه دیگه، یک هفته دیگه موشک پراکنی میشه، باز دوباره تونل، اینجا موضوع بقای برای اسرائیل. پس اسرائیل یک گزینه داره که حداقل این خطرات رو برای خودش تا یک مدت طولانی از بین ببره. این اسرائیل الان به شدت دنبال این موضوع، روزهای اولی که این اتفاق افتاده بود، اگه یادتون باشه با هم صحبت کردیم، احتمالاً اسرائیل تصمیمش رو گرفته فقط نه برای موضوع حماس، برای اینکه حداقل خطر رو از خودش برای مدت طولانی دور بکنه. راهی جز این نداره. هزینه مالی، هزینه انسانی، هزینه حتی بین المللی داره پرداخت میکنه برای اینکه حداقل امنیت طولانی مدتی بیاره. اینجاست که بعد اسرائیل، خب اولش بله میره
ضربات شاید بازدارنده میزنه، اما از اون ور نگاه میکنه که اون طرفه که داره قدم به قدم وارد میشه و از سوی دیگه داره جغرافیای جنگ بازیگرها تغییر میکنه. یعنی حزب الله میخواهد یک پوسته برای خودش درست بکنه، یک شکلی نیابتی در نیابتی بشه، یمن و حوثی ها رو به میدان میفرسته، موضوع عراقی ها وارد میشه. اینجا حزب اسرائیل میداند این رو که اون میخواهد که بازیگرهای دیگه ای رو به وارد این موضوع بکنه، موضوع رو فرسایشی بکنه، اسرائیل رو از موضوع غزه و بعد حزب الله دور بکنه و در نهایت او قدم به قدم جلو بیاد. اینجا حزب الله، اینجا اسرائیل مجبوره که به سراغ حزب الله بره. اما یه نکته ای وجود داره. آب وقتی که آقای فرستاد داره به جوش میاد، یک تنش وقتی به بالاترین حدش میرسه، دو تا حالت داره. یا در انتهای تنش آرامشه که الان داره آمریکا به دنبال این موضوعه که این وقتی که به اوج تنش رسیده بیان و بعد به یک آرامش و یک صلح حداقل طولانی مدتی برسن. حرفای زیادی در مورد لبنان صحبت میشه، در مورد میدان گازی 12 کیلومتر این بره اون بر، حتی پیام‌های برای حوثی ها ارسال شده که مثلا دولتی قسمت شما رو به معرفی میکنن، بازیگرهای جدید منطقه مثل قطر وارد شدن، کشورهای عربیه که دارن تلاش میکنن که چون تنش به نقطه جوشش رسیده اینجا بعدش به آرامش برسه. اما یک احتمال دیگه هم داره که وقتی که به نقطه جوش و یک تنش به اوجش برسه بعدش فاجعه پیش بیاد. یعنی بعدش انفجار پیش بیاد. چیزی که داره الان پیش میاد اتفاقاتن که موضوعات رو رقم میزنن. اون چیزی که به جمهوری اسلامی ربط داره، چون الان با همه اینی که محورهاش بیشتر شده، یمن رو داریم، عراق رو داریم، حزب الله رو داریم، باز این گروه یعنی این اردوگاه در ضعفه. چرا؟ به دلیل همون اشراف اطلاعاتیه، به دلیل اینکه نمیدونه در بعدش چی هست. نه فقط زدنش، وقتی که شما یک فردی رو میزنی یعنی که به خیلی چیزا اشراف داری، به زندگی اون اشراف داری، به برنامه های اون اشراف داری. این نکته مهمه. این رو در پرانتز بگم آقای فرستاد، وقتی که یک عملیات هایی میشه، من چند نفر رو نام ببرم، عباس حسین رعد که معروف فود به سراج از مهمترین افراده، حسن دقوق، عباس العجمی، حسین یزبک، اینها افرادی هستند که جزء 10 نفر اصلی حزب الله هستند. خب حزب الله مهمترین گروهه، وقتی که اونها در یک تک حمله و دقیق زده میشن یعنی روابط اونها سوخته، یعنی اونها تحت اشراف اطلاعاتی بودن. این یعنی نقطه ضعف، یعنی برنامه های اونها رو میدونن، خط و خطوط اونها رو میدونن، چون این در جنگ اطلاعاتی کس خوردن. با اینکه محورها بیشتر شده به نفع اونها نیست که درگیر بالاتر بشه. از سوی دیگه طرف اسرائیلی هم برای اینی که هزینه ها رو یک جا بده، یک بار بده، باید بیاید و هرچی سرعت برای اینکه اون بازیابی نشه از این مورد پیش ببره. اما فکر میکنم احتمالی که وجود داره، یا حداقل طرف اردوگاه جمهوری اسلامی میخواهد خطر رو از لبنان دور بکنه، به دلیل اینی که من دوره بعد از 2006 در لبنان دانشجو بودم. اون موقع واقعا تظاهرات میشد در محله های مختلف، مسیحی نشین، جاهای دیگه، در روشه در حمایت حزب الله. از اول یک تظاهرات غیر از مجلس های حزب الله ندیدیم. جایگاه مردمی وجود نداره. حک فرودگاه بیروت توسط گروه مسیحی انجام میشه برای اینکه وارد نشید. اونها میدونن که احتمال این رو داره که اصلا حزب الله موضوع رو از دست بده. اینجا احتمالاً جغرافیای جنگ رو میخواهن تغییر بدن، دریای سرخ، دریای عمان به موضوع دریا بکشن. از اون طرف اسرائیل هم تلاش میکنه بر خطرهای اصلی که میدونه اونها خطر دائمیان براش تمرکز بکنه، چون میداند که اونها اگر جمهوری اسلامی وقت بخره برای خودش از این مین بره سراغ هسته‌ای، اون موقع خطر بزرگ خواهد بود. اگر بره به سراغ اینی که مثلا دفاع موشک هوایی خیلی قدر برسه به دست حزب الله،
اون در 3 سال آینده چه خواهد شد. اینجاست که اسرائیل راهی و چاره به عنوان موضوع توصیفی دارم میگم، به عنوان موضوع نظامی راهی نداره که بخواد خطر رو از خودش دور بکنه و دائم بکنه. از طرف اردوگاه جمهوری اسلامی و حزب الله، اونها هم همینه، یک درگیری طولانی مدتی دارن با اینها. اگر الان این قافیه رو ببازن فلسفه بود، با اینکه میگن حزب الله برای لبنان شکل گرفته، خیر، این برای اون شکل نگرفته. حزب الله وقتی که عباس موسوی سخنرانی داره میگه ما آزادی قدس برای ما مهمترینه، یعنی اون و حتی سپاه قدس به این دلیل درست شده، یعنی فلسفه وجودی اینها بین میره. باز با اینی هم که هست رگه هایی هم وجود داره که میتونه این نقطه جوش برسه به تنها راه حل موجود، اونم دو دولت.